سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و یه قسمت دیگه از بلک میت ووکانگ. که خب اگه بخوام یه خلاصه از قسمت قبل بهتون بگم، ما داستان معبد سوخته رو فهمیدیم. اینکه این معبد گویاین اگه درست تلفظ کنم، یه کاهن پیری داشته که خیلی آدم طمعکاری بوده، با وجودی که به شاگرداش همیشه میگفته زیاده خواه نباشید اینا، ولی طمعکاری میکرده. و خب در نهایت هم داستانش یه جوری میشه که یه روزی ما که میمونه باشیم ظاهرا به همراه چیزمون، به همراه استادمون میریم به معبد اینا و این استاد ما یه لباس خیلی ارزشمند در حد مثلا جادویی اینا داشته که اون وقتی میره طمع میکنه میخواد اینو بگیره و شاگرداش فکر کنم برای خودشیرینی برای اون میان مثلا میخوان نقشه قتل ما و استادمون رو میچینن، یکی دیگه شون مثلا یه نقشه دیگه میچینه که در نهایت این نقشه تو نقشه میشه و یه دفعه معبد به آتش کشیده میشه. و میگه اصلا بعد تو همون قسمت آخر که داشتیم میجنگیدیم با باسر که میذاریم، گفت که ولش کنید، من 270 سال زندگی کردم و حالا به خاطر یک لباس جادویی کل معبد رو آتش زدید، ولش کنید، بیاید معبد رو چیز کنید، خاموش کنید. که خب پس فهمیدیم این دنیای یه جورایی، این جونورایی که ما میبینیم به خاطر گناهانی که داشتن روح خبیث به درونشون نفوذ کرده و تبدیل شدن به این گاو و پلنگ و نمیدونم اینجور چیزایی که تو این بازی میبینید. اما بریم ادامه بدیم، بریم این قسمت کجا میشه. خب بچه‌ها بریم ادامه بدیم مسیرمون رو. در قسمت قبلی اومدیم اینجا با یک فرد نجیب زاده ای که یک ترکیبی از مار و ماهی و اینو تو زابط جنگیدیم. اون زارن از طرف خرس فرمانروای این کوههای بلک ویند مأمور شده بود که نذاره کسی اینجا رد، ولی وقتی شکست شدیم گفت من فقط از طرف اونم، من چیز بدی با تو ندارم، حالا که شکست خورم میرم دنبال کارم. ولی دنبالش نگرد، اون چیزی که خیلی دنبالشی چیز خطرناکه اینا. بذار ببینیم اینجا حالا پیش این یارو یه دونه میمون هم گیر آوردیم که فروشنده است. خب آپگرید میتونیم بکنیم همین یارو که زدیمش، الان بزنیم گردمون بیشتر میشه، 5 تا جرعه میتونیم ازش بخوریم. حالا نگاه کن بهمون گفته بعدی چیز بعدی که میتونیم لول آپش کنیم لوئیجا فرگرنت واین. احتمالاً هر دشمنی رو که میزنیم یه چیزی بهمون میده. اینا که براش داشته بودیم. خب بزنم این چیه. خب ظاهرا در این بخش برو ما میتونیم این نوشیدنی که برای هلتمون میخوریم و تاثیرای مختلفی بهش اضافه کنیم. مثلا یکیش درینکشه، نگاه کن مثلا این الان یه دونه بیشتر نداریم، ولی همین یه دونه وقتی میخوریمش 33% ماکسیمم هلتمون رو افزایش میده، یعنی هلتمون یه جوری افزایش میده هر بار که نوشیدنی میخوریم. ایچ سیپ این بر نوشته هر بار که بخورید مقاومت در برابر سم بیشتر میشه. اینجا هم فروشگاهه، بذار ببینیم فروشگاه چی داریم. خب حالا یه سوک جدید بهمون داده، این یکی برای لحظات کوتاهی بعد از اینکه شما یک نوشیدنی رو میخورید بازم بهتون هلت میده. این 2400 تا از این چیزا میخواد. حالا من یه سوالی برام از این پولا رو خرج میکنیم، این تاثیر تو لول اپمون داره یا نه؟ الان ما من 19 ایم و یکمش پره، بذار این بخرم میپره اون. نه لول با ویل فرق میکنه، این مثلا چه میدونم این واحد پول سولز نیست که مثلا سولز و همه چیه چی باشه. حالا الان اینجا تو بخش برو حالا میتونیم اینو برداریم، به جایی که زد سم باشیم اینو برداریم که هر وقت یکم نوشیدنی میخوریم باز بعدش یکم هم دیگه بهمون چیز بده، پول بده. خب حالا بریم مسیرمون رو ادامه بدیم. تو قسمت قبلی ما یه جورایی یه باس فایت مخفی رو اگه دقت نکرده باشید میتونیم پیدا کنیم، چون اگه دقت کنی میفهمی که همش داره بهمون میگه این زنگوله ها رو به صدا در بیار که یه رازی برات برملا بشه. ما 3 تا زنگوله رو زدیم و رفتیم داستان معبد رو به دست آوردیم. حالا بریم ادامه مسیرمون رو از این طرف بریم دیگه. هلتم بهمون دادی کنم. یکی دیگه نشد، یکی دوتا نه. یکی از کمبوهایی که دارم اینه که اگه دوتا فوکس پوینت داشته باشم بعد وقتی نارنجی بشه مثلث رو که میزنم بزن با خاطر میبینیم بشکنیم یک کوچولو به اون پول میده. خب یه نقطه چیز داریم، مدیتیشن داریم. این بهمون یه دونه یه قرص ویژه‌ای که ماکسیمم مانامون رو بیشتر می‌کنه. اه بالا برد. بلا پاسه تا می‌خورید بالا می‌بره. خوبم بالا برد. یه سر انگشت بالا برد.
خب یکم آرامش بگیریم. بعد از هر باس فایت یه دونه اینا میذاره و البته بهمون یه دونه پوینت لول اپ میده. خب مثلا این اینو که نشون بهمون میده یعنی که برو پیداش کن، شاید یه چیزایی رو بهمون نشون میده با این کارش. خب اسپارک یه دونه شد، دوتا. اینو هر وقت به دست میارید دونه همون لحظه خرجش کنید، بعدم خوشتون نمیاد میتونید عوضش کنید. خب بذار یه دونه استنس جدید برای خودمون باز کنیم. بازی چند تا استنس داره. الان ما استنس اولمون که اسمش برای ضربه زدن، ولی یکیش اینه که اینجوری بزنیم بریم تو آسمونا بعضی از دشمنی که رو زمین هم بذار امتحانش کنیم دیگه. الان اینو زدیم، سه تا دونه چیز به دست میاریم از این پوینت های فوکس پوینت ها، یعنی اونو خریدم الان میتونم اینجا هم هزینه کنم. خب مثلا اگه توی این استنس باشیم در حالی که داریم مربع مربع میزنیم لایت اتک میزنیم، اگه یه مثلث نگه داریم اینجوری چرخش میزنه. جالبه، امتحانش بابا الان دیپد بالا بزنم عوض میشه. آره دیپد بالا و پایین تغییر میکنه، الان شکل مبارزش تمام عوض میشه. الان رو دیپد بالاییم، یک دو بجوری بریم بالا. مثلث که نگه داره میجوری میکنه. اوه فوکس پوینت هم جمع میکنه وقتی این کارو میکنه. حالا بعد ویل کنم میزنه تو کله یارو. اوه بزنگه همینجوری بریم بریم چجوریه. واه چرخشی رفتیم ها. بزن اشتر بابا یه تموم در جونه. تو به جای اشتباه آمدی بابا، هیچ معلوم نیست. حالا مثلث دوتا که باشه میره تو آسمون ها میکنه کله یارو. من واسدی بیشتر تمرین میکردم، نه نه تو سرویس کردم. آب داره مسیر رو به اون نشون میده. سوراخ سنبار حواست باشه. دوتا میخوام بزن سرمون. خیلی حوزیر مدرم حرکت های جدید بس بمون اضافه شد. کراپ میتونیم بکنیم یه چیزی رو، آرمور. وای صورتک جدید، این صورتک جدید باعث میشه دفنس اون بشه 16 و مقاومت در حالت آتش هم بشه 3. برو که رفتیم. بله دیگه چی میتونیم درست کنیم؟ یه چیز دیگه هم هست. به به چه لباسی، سیلک میخواد. خب یه لباسی هم هست که خیلی در ایموبولایز کردن تاثیر داره. اولین مرحله اینه که دو دستشو بپوشی دمیجشو بیشتر میکنه تو ایموبولایز. اگه 4 تا تیکشو بپوشی کول داون ایموبولایز رو میاره پایین. خب یعنی وقتی اینو بزنید ایموبولایزش که تمام شد خیلی دمیجشون میره بالا. باز کن ببینیم چه خبره. آه، اینجا کیه؟ اوه، اوه، این شاه بلک وینده، 500 سال، این شاه هست. من معبد رو بازسازی کردم و حالا بزرگتر از قبل هم شده. تمام اون کاهن ها ولی با آتش سوختن و تبدیل به ارواح متحرک شدن و در کوههای بلک ویند میچرخن، ولی من بودم که بهشون
این زندگی بی پایان رو دادم. من حتی نوشته های سوخته رو تکه تکه به هم بست کردم. ولی بله، همیشه میدونستم که یه روز تو بالاخره برمیگردی. دوباره دقیقا میدونستی که بابا داره خوب کن روش. برو بالا. برو باش. وای نه، چقدر علکی یه ضرب شدیم. یه ویژگی جدید مضاف شده. ال دو ا آر دو ال چیه دیگه؟ سوی میده اصلا آدم نگفته. این چیه؟ خب تو به من نگفته بودی این چیه هستن؟ باید ببینیم چیه این قضیه هست؟ خب گفته اینا یه سری وسل هستن که با نگه داشتن آردو و زدن ال فعال میشه. چقدر دکمه های بدیه واقعا. اصلا دکمه هاش عجیب غریبه. گفته اینا تو محیط پخش شدن و قدرت های خاصی بهتون میده. مثلا این چه قدرتی بهمون میده؟ نوشته به محض فعال کردنش برای لحظاتی شما در برابر آتش کاملا مقاوم خواهید بود و از طرفی همینجور هم بهتون کم کم فوکس میده در بعضی از فضاها و در مقابل بعضی از دشمنها تأثیرش بیشتره. تو یه دشمن خیلی آتیشی ماتیشی اینجور چیزا میتونی ازش استفاده کنی. ببین همه اینا تو بخش اکویپمنت ها هست. جالبه. فقط واسه اینا تو بخش اکویپمنت ها یه چیز دیگه هم پایین هست. اینا چیه؟ آره اینا رو پیدا کردم. این کریتیکال هیت چانس اون میبره بالاتر. این چیه؟ اینا مثل اینجور چیزاست. اصلا اینا رو به ما نمیگه. این خیلی به نظرم بعد بگه آقا منو رو باز کن برو اونا رو بزن. اصلا نمیگه. خب الان بذار تا این رومونه به اون پایینم علامت ضد آتی شما دیگه. داره عوض. آه هیچ کاری نمیتونه کنه. وای ولی استامینا هم استامینا داره. وقتی اون داره میزنه استامینا هم داره خالی میشه. حواسانا زیبا بده تو سرش دقیقا. خب من اینو چجوری جا خالی بدم؟ الان میمیرم. باید از اون قراتبش بزنم. باید سبیرم در حالت عادی بیداش کن. برو و چه خاله بده مثلث نشد. بعد جاخالی رو بتونم بدم که بعد سری جون بخور کارش تمومه. روش های کثیفی داری. اگه جرات داری بیا به بالای کوه تا با هم صحبت کنیم. معلوم بودیم مینی باسه. اون جادویی که زد ممکنه عجیب به نظر برسه ولی یاد گرفتنش آسونه. اون خرس سیاه خیلی توانایی توی این کارا نداره و شاگرد گوانین هم خیلی بهش کمکی نکرده. ولی چیزی که اینجا برامون گذاشته قطعا میتونه بهمون کمک کنه. امروز رو روز خوش شانسی خودت بدون. اوه.
خب این دقیقا هم قدرتی که باس فایت میزد و تبدیل به مهی میشد این بر اون بر میرفت، میتونه به اونم کمک کنه که دشمن هم جا خالی بدیم، هم کمک کنه دشمنایی که مخفیان رو ظاهر کنیم. ظاهرا آره دو بعد اون اومد 750 تا بیر. خب ببینیم چیه. خب متن بلک بین کینگ خیلی از سرنخ‌های داستانی که تا اینجا به دست آوردیم رو به هم وصل میکنه. میگه زمانی که شاه بلک ویند از پیش استادش گویناین برگشت، روحش پر شده بود از نقشه های بزرگ. او قسم خورده بود که دوباره بتوانه قدرتش رو در این کوها برگردونه. البته به خوبی میدونست که حالا که سالها اینجا نبوده، برای اینکه دوباره بتونه احترامی که بین یاوگایز ها داشت یا همین موجوداتی که تو کوه هستن رو به دست بیاره، فقط زور تنها کافی نخواهد بود و بایستی چیزهای دیگه هم داشته باشه که بتونه اونها رو راضی کنه که دوباره جلوش تعظیم کنن. برای همین راه‌های مختلف رو انتخاب کرد که هم بترسونه اونها رو، هم وفادارشون رو به دست بیاره. اول از همه خب اون در زمانی که پیش استادش گواناین بود، یاد گرفته بود یه سیستم مانترا یا یک ورد رو یاد گرفته بود که باهاش میتونست موجودات مرده رو زنده کنه و خب اون از این قضیه استفاده کرد و اولد لینگجوزی یا رهبر این گرگ هایی که اینجا بود و پیر شده بود از دنیا رفته یا هر چیزی رو دوباره زندش کرد، یعنی از اون قدرتش استفاده کرد که زندش کرد. تو قسمت قبلی هم دیدیم که یک گرگی بود داشت مینالید که اصلا برای چی منو زنده کردید، این توته ها چیه دارید میچینید، داشتیم به اون یارو باس لباس سفید این حرفا رو میزده. و خب وقتی اینو زندش کرد، اما اون گرگ پیر قدردانی نکرد از اینکه دوباره زنده کرده بود و بعد از چند کلامی که باهاش صحبت کرد اونجا رو ول کرد و دیگه هیچ وقت اون رو ندیدش. بعد از این خب شاه کوههای بلک وین میترسید که این دسته گرگ ها از هم بپاشن حالا که رهبری ندارن، برای همین رفت یه گرگ سرگردان خاکستری رو پیدا کرد که این یکی از منطقه شیتوو اومده بود و خب این جوان بود، قدرتمند بود و خب بهش هم لقب لینگجوزی داد دیگه، اولد یعنی پیر بهش نگفت، گفت لینگجوزی جدیده این. با این حال دسته گورگ ها یه گروهشون با اون مخالف بودن و یک آشوبی بینشون راه افتاد و خون و خونریزی در بین گورگ ها راه افتاد. حالا که بلک وین میدونست که دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، از کلافگیش تصمیم گرفت که چیز کنه، راه دیگه پیدا کنه اصلا برای کنترل اینجا. و کاهن قدیمی که استاد خودش بود، اولد مانگ، همون یارو که باس فایت قسمت قبلی که کله گنده، اون رو زندش کرد. ولی زمانی که زندش کرد جسدش دوباره نشد همون چیزی که قبلا بود، اون تبدیل شد به یک گالمی که سر تا پاش پوشیده از نقره و طلا و مس شده بود، همون نقره و طلا و مس هایی که در طول زندگیش با طمع جمع کرده بود دور خودش. یعنی هر روحها خبیث میشن، با روح خبیث برمیگردن به این دنیا، علتش اینه که بد جنس شدن و هیچ چی دیگه. اونم یه شد یه روح خبیث که کوه میچرخید و همه را اذیت میکرد، تا اینکه در نهایت رسید به یک نجیب زاده‌ای به اسم وایت کلاد یا چه میدونم عباسفید، که همین یارو بود که باباش جنگیدیم که توی دریاچه بود تبدیل به مار میشد. ولی خب اون خیلی فاصله داشت با یک موجود عادی، اون معمولا خودش رو تنها میداد، دلش میخواست باشه و شعر میگفت، برای خودش کار به کار کسی نداشت و خب شاید در ظاهر صادق و وفادار بود، اما در باطن رازهای زیادی دورش بود که اون رو غیر ممکن میکرد که بفهمه، یعنی برای شاه بلک ویند مشخص کنه آیا این چه حد اهدافی پشتش داره. خلاصه بس از این داستان شاه بلک ویند میتونیم این نتیجه رو بگیریم که آدم اگه زیادی خودشو بالا بگیره در پایان هیچ به دست نمیاره و این واقعیت داره که یک احمق بلند پرواز بسیار خطرناک تر از یک هیچ کس بلند پروازه. هیچ کس نه رپر رو نمیگه. تمرکز کن تا بتونی توهمات رو از اون ببری. هنوز باید چیزهای بیشتری یاد بگیری. به خودت فرصت بده رفت رفته یاد میگیری. این چیه بنداتون؟ خب ما از این برمونه باز داره قدرت همون به دست میاد. باز کن بینیم یه دونه کوریوس بمونه. ها حالا یاد گرفتم دیگه. ببین تو بخش اکویپمنت ها کوریوس یک، کوریوس دو. این اوله گفتیم که کریتیکال هیت شانسمون رو بیشتر میکنه، اینه که چیکار میکنه دفنسمون رو بیشتر میکنه. ببین اگه برش دارم ریموف کنم احتمال نشون میده 14 تا اضافه کنم بغل نوشته، این هم نگاه کن کریتیکالمون رو مثبت 3% میکنه، ولی بس که دفاعمون رو میاره پایین. درسته
نه تحصیل نداره. اوکی. یا اون تو استاد اول استاد دوم برو بریم. برم داخل. این وقتی نبود. نه برو داخل. باش لود میکرد دیگه منطقه بعد رو. من خدا زود انجامش داد. از اینجا چیه؟ قارچ کله ماری. اینجا داره اینجوری میزنه، ما بایستی اون چرخشه رو داشته باشیم که داریمش. چجوری داریمش؟ من که نداشتم، اینو برداشته بودم که. چه عجیب. بذار ببینم. ببین مثلا اینو کن، الان من اینو ندارم ولی داره کار میکنه. چرا اینجوری هم؟ فرقش چیه؟ این یعنی نمیتونه دفاع کنه؟ بایست بینم داره میکنه دیگه. من بدونه که اونو داشته باشم دارم این کار میکنم. آه به خودش هم داره میخوره. آتیشیم کردی. برو پایین. آی غم. آه من آتیش گرفتم. رو زمین قلب بزن. سریع برو بالای جوری اونو بزنش. اوه اوه اوه. برو پایین. بیا پایین. آفه. سریع جون بخور. شکار کنم اینا رو. اینم از این. خب اون که اون بالاست اصلا چجوری بزن؟ اینا باید بمیرن. این نمیره نمیتونم کارم انجام بدم. و بعدش کجاست؟ این دیگه واقعا راهی به این ندارم. آه وایس ببینم. واه ضربه قوی بود. آره اون بعد. اون چجوری برم اون بالا؟ اون بالا راه ندارم من. برو بالا. درست نمیتونه بره. خب بالا اصلا اینجا رو اصلا نمیتونه بره بالا. خب اینو باز کنیم. چی توشه؟ ماکسیموم استامینا اونو این افزایش میده. اونا پایین الان میره بالا. آی بیدارو سوختت. به چرخ بزنید تا این خاموش شد. چه برو جلو. چی اونجا؟
استاد به ما گفته که هر کی رو بکشیم چرخش رو تو صورتش تمام. باید یک قدرت پیدا میکنم که بتونیم بزنیم تیره رو برگردونه به خودش رو جوری. موسیقیش هم خوبه. آب رسیده. یه ریست کن. فرقش اینه که میتونم همینجوری که دارم اینجوری میچرخونم برم جلو. خب اینجا هم مثلا ما نیاز داریم به همچین چیزی. بعدش اینه که بعد از که زدیم هبی اتک بزنیم. مثلا اینجا نیاز دارم. بعدا اگه خوشم رو نمیتونم عوضش کنم. استادم زمانی به من گفت از دید دور کردن و از ذهن بیرون کردن کار احمقان است، اما دیدن و فقط دیدن است که کار افراد آگاه است. اما مگر خودش هم دیوانه نشد با آن چیزی که دید؟ وای، حالا با شکل واقعیش اومد. ضربه رو که میزنم قنبله خیرت رو زدیم. خب بعد از قدرتمون همش استفاده کنیم که نتونه اونجا لطو پر میکنه. گانده برش کجا رفتی؟ چه خالی؟ براله حالا با سرسو بگی برو بالا برو. برو سرش آماده باش. حالا برو این برو شو. جا خالی بده. این نمیدش خیلی خوبه. حالا آتیش شد. پریدم که وای آتش شد. حالا اون قره تر بزنیم واسه. حالا ما زده آتشیم واسه. این چیز پرچه اون چیزه بکنم قره تش همین بود میتونه اینو آره آره دقیقا اون میتونه کاری بکنه که اون معلوم بشه. آره دو مثلثه. برو بالا بزن. پرتش کن آقا. هجوم بخور. ولی مانا استفاده میکنه. مانا هم کمه. مصرفت شد نگه دار بچرخ. همه تو پرچه. فعلا وایسا. یا بیرون از زیرش. آتش گرفتم. بیا اقا وایسا وایسا پرچه است بخور. برو بالا.
حالا برو بالا. سر کار نکن، برو بالا. مثلث بگی بالا. بوه خورد یا نه؟ نخورد. شانس. بهمان آقا باشی خیلی دمجش زیاده. شانس آورم، شانس آورم. جاب You got king black bean motherfucking bitch. Come on bitch, blazing black bean. Go out. جاب باس فایت بود. ای موجود زیرک، امروز زندگی به درد نخورت رو میبخشم، ولی شانس دیگه سمت تو نخواهد بود و هیچ کس به کمک تو نخواهد آمد. تمام چیزی که نیاز دارم اینه که این جنگ رو بره به جای دیگه و همه چیز رو از نو میسازم. آله آه یاره اتفاق برش رفته. جادوگر بزرگ. من رو ببخشید جادوگر جوان، من رو ببخشید جادوگر جوان، من رو ببخشید. من فقط یک بازی چه برای دادگاه آسمانی بودم. اگر انتخاب به میدادن کی جرأت میکرد که در برابر قدرت آسمان ها بایستد؟ بله حرفاش درسته، مهم نیست که چقدر ترسناک باشه. اون جرأت اینو نداشت که بخواد به جادوگر بزرگ صدمه بزنه. احتمالاً یک کسی دیگه این پشت پرده این بوده. دقیقاً و این چیز خیلی چیز وحشتناکیه. من اصلا نمیدونستم که چطوری از قدرتش استفاده کنم. تنها چیزی که میدونستم این بود که اون بالا مخفیش کنم و یواگه های جوان رو گول بزنم که بیام بهش پیشکش کنم. اگه منو ببخشید من برمیگردم به پیش استادم و عذرخواهی میکنم برای اشتباهی که کردم. شما دیگه هیچ وقت نخواهید دید من اون بیرون. چرت و پرتشو ول کن. برو حالا میمون کوچولو. برو و اون جسم جادوگر بزرگ رو به دست بیار. عجب چیزی بهمون دار. دو تا چش داره. خرسه پولا رو داد بهش. بای جن چین بزرگ شو. چینشو
آه خرسم تغییر شکل داده بود. شایدم اون جادوگر کبیر بود. آه ببین همون چیزی که بهتون تو نوشته گفتم داره بهتون با تصویر نشون میده. این همون کاهن است که لباس رو میبینه تحت تاثیرش قرار میگیره. با طمعی که میکنه روح سیاه تسخیرش میکنه. همونجور که این در طمع خودش داشته میچرخیده ناگهان شعله ها تبدیل میشن به شعله ها. همه چی رو میسوزونه و تبدیل میشه به یک روح خبیث. و اون روح خبیث میشه این خرسه. ببین این روح خبیث شکل یوگاشش یه خرسه جوی چش قرمز بوده. استاد یه چیزی هست که هنوز ذهنم رو به خودش درگیر کرده. مگر نه اینکه یک کاهن نباید هرس و طمعی برای طلا داشته باشه، پس چرا الدر جینچی هنوز به دنبال اون لباس خاصه؟ خب به خاطر اینکه بدون اون لباس چطور میخواد به دنیا نشون بده که از دنیا کنده و دیگه هرس و طمعی نداره؟ چپتر یک به پایان رسید. اوه چه جالب، چپتر تازه به پایان رسید. در سر تا سر چشمه ها و کوساران بلک بین خون تو بر زمین ریخته بود. گرگ ها زوزه می کشیدند، مارها به خود می پیچیدند و شعله ها و دودها به آسمان می رفتند. زدن ضعیف حقارت بود و شکست از رقیب خجالت. در چنین اوضای خرابی چه سرنوشتی برای خودت متصور می شوی؟ زیرا زمانی که یک ماهی کوچک به شکار می رود خودش ممکن است شکار ماهی بزرگتر شود. این که ماهی بزرگتر کیه من نمی دونم، اما در رابطه با ماهی کوچک و شکارش خب اونا همین اطرافن. الان چی شد؟ نوشته ابر سیاه آتش قرمز. یه دونه اسپارک بهمون داد. مثلا نهایت ویل نهایت بهمون داد. خب میتونیم یعنی بکنم به شکل یک نقاشی در آورده کل این ماجرا رو. میتونیم بیایم جلو نگاه کنیم. کاهن در زندگی آخرش جین چانزی بود، شاگرد دوم بودا در غرب. با این حال غرورش به اون اجازه داد که آموزه‌های استادش رو زیر پا بذاره و در نتیجه بودا هم او را به دنیای میراها ترد کرد. برای او مقدر شده بود که با 81 آزمون روبرو بشه و آتشی که به خاطر آن لباس در معبد رخ داد 11 بود. خب او می توانست نگهبان خوبی برای معبد گوانین بشه، ولی فقط با آرزوی جاودانگی به آنجا آمده بود. و غم انگیز این که او فقط طمعش رو داشت نه شجاعتش رو. او شاید می توانست همراهانش رو گول بزنه ولی نه خودش. سرنوشت او از لحظه‌ای که آن لباس را پوشید محتوم بود. می‌دونید در واقع چی شد؟ یعنی داره میگه که این فکر کنم وقتی ترد میشه، اون اول اون بچه که داشته میدیم داشته راه میرفته مثلا توی بچه تو جنگل، این روح اون
شاگرد بوداست که رسوخ میکنه، یعنی وارد بدن اون بچه میشه. ولی خب اون بچه چون یه آدم طمع‌کاری بوده، روح آلوده میشه و تبدیل میشه به موجود بدی به جای که موجود خوبی باشه. انسانی ساده که مورد لطف قرار گرفته بود و برای 300 سال زندگی کرده بود، اما هنوز راضی نبود و حتما باید به دنبال آن ردای خاص میرفت. و این گونه شد که قرنها پرستش با لحظه ای طمع از بین رفت و در پایان هم به روحی گم شده تبدیل شد. چقدر حقارت بار. به نظر من اتفاقی که افتاد در واقع این بوده که استاد انقدر این لباسه رو میخواسته که شاگرداش هم خواستن براش خودشیرینی کنه و در نتیجه یه آتشی راه میزنه که مثلا من و استادم تانگ که توی اتاق بودیم بمیریم و اینا میتونن لباسه رو بردارن برای خودشون، ولی در واقع کل معبد به سوختن میره. یعنی طمع میکنه که همش رو برداره و فقط هدیه‌ای که اون بهش داده رو قبول نکنه، میگه همین چیز مثلا، و اون چیزی که مال استاد بوده رو به دست بیاره و کلش رو به سوختن میده. خب حالا این یه رلیک بود که به ما سه تا قدرت جدید میده. یکیش اینه که وقتی داریم لایت اتک مربع ها رو پشت سر هم درست میزنیم، وقتی کومبو بشه زودتر فوکس اون رو پر میکنه. یکی دیگه اینه که چشم عقابه بهمون میده که با انجام دادن آنویلینگ استرایک، آنویلینگ استرایک همینه که غیب میشیم میریم، یعنی همین که الان بهمون داد آره دور مثلث میزدیم، اینو اگه درست پیاده کنیم یعنی غیب شیم ضربه رو بکوبیم، کولداونش خیلی سریعتر تموم میشه و از طرفی کریتیکال هیت دمجمون رو شانسش رو بیشتر میکنه. خب حالا که داره چپتر چپترش میکنه، به نظرم با چپتر یک این قسمت رو هم ببندیم و قسمت بعدی رو با این شروع کنیم که ببینیم خب حالا داستان بعدی چیه، چه کسی دیگه روح خبیث بود بهش نفوذ کرده. در واقع داستانای قدیمی همیشه همینجوری بودن دیگه، قطعه قطعه هر کدومش می‌خواست یکی از چیزها رو نشون بده، یکی از مشکلات که انسان‌ها می‌تونن داشته باشن. حالا این طمع بود، بعدش ببینیم چیه. مرسی که همراه بودید، تا قسمت بعدی، خدافظ.